درود و وقت بخیر خدمت همگی. امروز قرار راجع به دیتا کلینینگ صحبت کنیم. خب قرار نیست با جزئیات و به صورت تخصصی به این محتوا بپردازیم، ولی قرار این جلسه یه دید خوبی بهتون بده از یک سری از گام های پاکسازی داده، تمیز کردن داده، و بعد از اون شما میتونید حالا با این جلسه ای که امروز داشتین یه سری حالا مطالب رو هم خودتون مطالعه کنید و به یه دید خوبی از تمیز کردن داده ها برسید. خب برای اینکه جلسه امروزمون بیشتر پرکتیکال باشه، من یه دیتا ست خیلی کثیف وحشتناک آوردم و ما میخوایم بریم روی اون کار کنیم. خب ولی نکته چیه؟ دیتا ست مربوط به بیماری کووید هست. خب کووید 19 اسم دیتا ست، و خب اون فیچرهایی که داره، فاکتورهایی که دیتا ست داره، خب فاکتورهای پزشکی هم که من خب در مورد دیتیل و جزئیاتشون اطلاعات ندارم، و اگه میخوایم مثلا تخصصی در مورد اونا صحبت کنیم باید یه اکسپرت، یه پزشک بیاد و بهمون توضیح بده. به خاطر همین اگر میبینید ما فقط تو این جلسه داریم نسبت به هدف یا تارگتمون داده هامون رو تمیز میکنیم، علتش اینه، چون که ما صرفا میخوایم یه کار آموزشی رو انجام بدیم، یاد بگیریم که چجوری داده رو تمیز کنیم. در آینده اگه قرار باشه یک پروژه عملی انجام بدیم، حالا هر داده‌ای داشته باشیم، هر دیتایی داشته باشیم، یا از اکسپرت اطلاعات میگیریم یا خود اکسپرت نظر مستقیم میده و توی روند کارمون از اون اطلاعات یا نظر اکسپرت استفاده میکنیم. خب برای این یه نکته خیلی مهمه، شما تو صنعت نمیتونید برید یه باره مثلا اگه مثلا میخواید نسبت به یه فیچر یا ویژگی یه تصمیمی بگیرید، بیاید نظر شخصی خودتون رو بدون هیچ دانشی اعمال کنید. باید حالا یا از دانش متخصص تو این راستا استفاده کنید، یا حالا یه داکیومنتی، یه اطلاعاتی از قبل داشته باشید که بتونید از اون استفاده کنید. پس این خیلی مهمه، و خب اگه به این توجه نکنید کارتون یه کار حرفه‌ای نخواهد بود حقیقتا. خب من دوربینم رو میبندم و صفحه رو شیر میکنم. به هم بگید که صفحه رو دارید دیگه الان یا نه. خب خیلی هم باید. اول از همه من اومدم کتابخونه هایی که نیاز داشتم رو ایمپورت کردم، اجراش میکنم، که حالا البته فکر کنم من صفحه کلیدم ست نیست، یه لحظه صبر کنید که این کار رو درست کنم. الان درست شد. خب من اول کتابخونه هایی که نیاز دارم رو ایمپورت میکنم، بعد از اون میخوام برم سراغ این که دادم رو بخونم. خب GF یا دیتا فریم هم رو میارم و از pd.read.csv استفاده میکنم. خب قرار بیام و حالا فایل کووید 19 که اون حالا دیتا ستم هست رو بخونم. اینا رو دیگه از قبل میدونیم، بلدیم. اجراش که بکنم دیگه الان میتونم روی دیتا فریم هم هر کاری که میخوام رو انجام بدم. مثلا میام یه دونه هد میگیرم که اطلاعاتی که حالا توی دیتا ست هم دارم رو ببینم. خب دارید میبینید دیگه، مثلا یه دونه کانتری دارید، یه دونه دیت دارید، سسو دارید که مثلا این جنسیته. اگه اشتباه نکنم دیتا ست از یک سایت ایتالیایی آورده شده، به خاطر همین
ممکنه که حالا مثلا اون نوشته ها اینجوری هم باشه که به اون زبان باشه، حالا دقیق نمیتونم، ولی خب ایج رو داریم و حالا بعدا دیگه WBC و چیزای دیگه ای که داریم، فاکتورهای آزمایش خون فکر میکنم هستن. و در نهایت یه دونه تارگت داریم که واسه ما مشخص میکنه که حالا فردمون مشکوکه، سالمه یا مریض. خب بریم، من اینجا اون تارگت رو بیارم، بذارید اینجوری بنویسم، از دیتا فریم هم تارگت رو بیارم و حالا داده های یونیکش رو میخوام بیارم. چرا میخوام این کار رو بکنم؟ چون که میخوام ببینم چند تا کلاس داره اون تارگت من، چند تا کلاس داره که 0، 1 و 2 هست. خب نشون میده که 3 تا کلاس داریم توی تارگتمون. خب و حالا بریم یه دونه اینفو هم بگیریم، اطلاعات کلی دیتاستمون رو ببینیم. خب اگه نگاه کنید، خب فکر کنم آره، نانال تعداد نانال هامون متفاوته با تعداد کلی سطر هامون و این نشون میده که ما داده نال داریم و یه جاهای خیلی زیاد هم داریم. مثلا مثل 14 فیچر رو نگاه کنید، ALP خیلی مثلا داده نال داره. و خب این از این دیتا تایپ رو هم داریم میبینیم، هم آبجکت داریم، هم اینت داریم، هم فلوت. این یه حالا اطلاعات کلیه که ما داریم در مورد دیتا فریممون میبینیم. من برم یه دونه شیپ هم بگیرم که همه چیز واضح باشه برامون. میگه 295 تا سطر داریم و 18 تا ستون توی این دیتا فریممون داریم. خب من میخوام برم سراغ این که یک سری حالا عملیات رو روی داده هام انجام بدم. یه کاری که باید بکنم، یه بار دیگه اینفو رو میگیرم از دیتا فریمم که یه چیز مهمی که وجود داره رو ببینیم. خب اگه نگاه کنید داخل اینجا یه دونه فیچر دارید، هفتمین فیچرتون لینوکوسیتیه. خب و اومده گفته نوع این حالا فیچر شما آبجکته. ما بیایم ببینیمش، ببینیم چی داخل این حالا فیچرمون هست. خب ال بزرگ هم هست، لنوفیست. خب وقتی که میایم اینو حالا پرینتش میکنیم، میبینیم یه سری عدد داخل اینه ولی داخل این فون داره نوعه. این رو آبجکت یا همون رشته استرینگ نمایش میده. خب این زمانی که حالا داشته این داده ذخیره می شده، یه اشتباهی رخ داده که این اتفاق به وجود اومده. اولین کاری که من می خوام بکنم اینه که اون ستون رو، این فیچر رو تغییر بدم به فلوت، چون داده هاش هم می بینید دیگه فلوت هستن. خب برای این کار من کافیه که از DF Linux کوستی رو بیارم، خب و از دستور از تایپ استفاده کنم و این حالا تایپ این فیچرم رو قرار بدم فلوت. بریم اینو به اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. این هیچ اتفاقی نمیفته. خب بهمون ارور میده و حالا اگه بیایم انتهای ارور رو بخونیم، ولیو ارورمون رو بخونیم، میگه که یه دونه 0-4 هست که ما اینو نمیتونیم به فلوت تبدیل کنیم. قضیه چیه؟ زمانی که دات داریم، خب به جای این حالا اسلش اگه نقطه داشتیم، خب میتونستیم این کار رو بکنیم، چون که حالا ساختار پایتون یه جوریه که تشخیص میده که منظور این حالا اون علامت فلوت یا اعشاری. خب توی حالا وقتی توی یه رشته داریم میشه، بنابراین این نشون میده که ما حالا یه داده ای اشتباه، یه دونه از داده هامون اشتباهن با یه دش اونجا ذخیره شده. من میخوام
این رو دستی تبدیلش کنم، 14 بود دیگه، 0.4 بود که منظورش همون 14 بود. اینو دستی تبدیل کنم به 14 و بعد برم داده هامو به فلوت تبدیل کنم که ارور نگیرم. خب برای این کار من ایندکس، حالا اون جایی که این اتفاق میفته رو نیاز دارم، برای یه متغیر ایندکس تعریف میکنم و میگم برو تو دیتا فریم هم. خب برای اون حالا فیچر لینوفوسیتی زمانی که برابر با صفر حالا -4 ایندکسش رو واسه من برگردون، از یه دونه دات ایندکس استفاده میکنم. خب میره ایندکس رو برگردون، من اینو اگه اجرا کنم الان دیگه ایندکس جایی که این اتفاق میفته رو دارم. ببینیمش، میگه مثلا توی سطر 53. خب کافیه دیگه الان بیام همون حالا از دیه فملین و فوسیتی رو بیارم. خب و حالا این سطری که ایندکست رو دارم رو انتخاب کنم و بگم این رو برابر با 14. خب اینو من اجراش میکنم. خب یه وارنینگ هم بهم داد. حالا کار وارنینگی ندارم. خط کدی که بالا نوشتم برای تبدیل رو میارم اینجا، از حالت کامنت هم درش میارم. خب ببینیم چه اتفاقی میفته من اگه اینا اجرا کنم. خب من این دفعه اگه df.info رو نمایش بدم ببینیم چی داریم. خب هفتمین فیچرمون بود دیگه، بازم زده آبجکت. خب چه اشتباهی کردیم؟ آها، اشتباهی که کردیم این بود من باید سیوش هم میکردم. خب زمانی که فقط دستور رو اجرا میکنم روی خروج نهاییم تأثیر میذارم. میبینید زمانی که دستور رو اجرا کردم خب بهم گفته آره دیگه از این به بعد دی تایپ شما فلوت هست. خب فقط ذخیرش هم بکنم. خب روی همون ستون فقط تغییرات انجام دادم، کافیه بیارم شد ذخیرش کنم. خب یه بار دیگه اجراش میکنم دی اف این فرم رو. الان نگاه کنین، هفتمین فیچرم دیگه الان آبجکت نیست و فلوت. این رو آوردم، یعنی این کار رو کردم به خاطر اینکه شما حالا یه مثالی ببینید که بدونید شما باید حواستون به ساختار ذخیره شدن دیتا هاتون هم باشه. خب شما یه اطلاعاتی در مورد دیتابیستون دارید، دیتا ستتون دارید، خب بعد اونا رو چک کنید. مثلا ببینید فیچرها اگه تون اطلاعاتتون تون اینفویی که در مورد دیتا ستتون هست، اگه مثلا فیچری آبجکت درست ذخیره شده آبجکت، یا اگه فلوت درست ذخیره شده، این رو حواستون بهش باشه. خب ما داده نال داریم داخل دیتا ستمون، من میخوام ببینم چه مقداری هست، چیه مثلا نال هم کجاست. خب کافیه که df.isNull رو بیارم. چی شد؟ خب ببینیم خروجیمون چیه. خروجی که بهمون داره false و حالا true هم داریم. مثلا آره مثلا اینجا مثلا یه دونه true داریم. خب جای دیگه هم چی شده؟ ما گفتیم جاهایی که دادمون نال هست رو نمایش بده. خب اون جاهایی که نال هست رو به همون ترو برمیگردونه و اون جاهایی که نال نیست رو فالس برمیگردونه. ما میدونیم که فالس یعنی صفر، ترو یعنی یک. خب اگه صفر و یک ها رو با هم جمع کنیم، به جای فالس ها صفر داریم، به جای ترو یک داریم. خب اگه اینها رو جمع کنی به ما چی رو نمایش میده؟ اینو بگید. اگه من بیام تروها رو با هم دیگه جمع کنم چی رو میبینم؟ یه نفر محض رسای خدا بگه. نه خب جمع این یک ها به من چی رو نمایش میده؟ یه سری یک رو دارم جمع میکنم دیگه. اگه اینجا سام رو بیارم خب و حالا اجراش کنم، میاد هر جایی که دقیقا
تعداد میسینگ ولیو ها رو نمایش میده، دقیقا تعداد خالی ها رو نمایش میده. میاد چیکار میکنه؟ هر جایی که خب من نال داشتم داشت تو رو برمیگردون دیگه، مجموع یک ها میشه اون نال هایی که من کلا دارم. خب میبینید الان مثلا WBC دو تا نال داره، ولی خب مثل یه چیزی مثل GGT 151 داره یا ALP 156 تا داره. یه سری ها مثلا نال ندارم، مثلا دیت یا ایج یا WBC نال ندارم. خب این از این، فعلا کار نداریم، فقط ما میدونیم الان که داده نال داریم، بعدا میریم سراغ این که حالا روش یه سری تغییرات انجام بدیم. خب یه مورد دیگه ای که داریم دیتاهای تکراری هستن. بعضی از سطرهامون دابلیکیت شدن یا عیناً تکرار شدن. برای پیدا کردن اونها کافیه که df.duplicate رو من بیارم. خب ببینیم جاهایی که حالا سطرهایی که دابلیکیت شده رو به من ترو برمیگردونه. خب من اگه مثل بالا مجدداً سام رو بزنم، مجموع دابلیکیت هایی که توی دیتا ستم وجود داره برام نمایش داده میشه. منظورم از این دابلیکیت هم اون سطرهایی هستن که عیناً شبیه هم. خب مثلا مثال در نظر بگیریم که یه دونه بیمار دوبار اطلاعاتش وارد شده باشه. خب من اینجا خیلی راحت میخوام حذف کنم این دابلیکیت ها رو. خب بنابراین از drop duplicates استفاده میکنم، یه دونه پارامتر in place هم استفاده میکنم و true قرارش میدم. حالا این چرا true؟ من این کار رو بکنم دیگه نیاز نیست مجددن این حالا اتفاق رو توی دیتا فریم هم ذخیره کنم، خودش میره جایگذاری رو انجام میده. خب الان من اگر df.info بگیرم ببینم چه اتفاق رو افتاده. خب الان میبینیم که قبلش اینفویی که داشتیم 200 مثلا واسه کانتری مثلا 295 تا داده داشتیم، 100 داشتیم. در کل اون بالا میبینید گفته که خب مثلا دیتا ستمون 295 تاست تعداد سطرش. الان 279 تا داریم چون خب تعدادشون حذف شدن، دابلیکیت بودن. خب این از این. الان ما بعد از حذف دادای دابلیکیتمون میخوایم بریم سراغ داده های پرت. خب کیا میدونن داده پرت چیه؟ بگید. بعد بگید میدونید یا نه با مثبت و منفی. خب میدونید داده پرت چیه. خب میدونید قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما تو حالت کلی توی طبیعت جامعه آماری هایی که داریم، کیس های مطالعاتی که داریم، میل دارن به اینکه نرمال باشن اون جمعیت آماریشون، اون دیستریبیوشن دیتاشون میل داره که نرمال باشه. خب و حالا این داده نرمال یه سری ویژگی داره، قبلا هم فکر کنم بهش اشاره کردیم. اون ویژگی چیه؟ زمانی که دیستریبیوشن داده ها ترسیم میشه، ما یه نمودار زنگول شکل داریم، بهش میگن بل. خب بل مانند داریم که هر قسمت از داده رو که دارید میبینید متقارنه. میبینید سمت راست 24 و 65 صدم درصد از داداتون قرار داده که سمت چپ هم همون مقدار قرار داره، یا توی اون حالا دنباله ریز سبز رنگ که 35 صدم درصد از داداتون سمت راسته، مثلا سمت چپ هم همین مقدار از داده ها وجود داره. یک نمودار زنگوله شکل متقارن دارید میبینید. خب
زمانی که داده هاتون خیلی متفاوت از این دیستریبیوشنتون باشن، داده های شما پرتن یا داده هایی هستن که غیر معمولن. خب به خاطر همین، چون که اون حالا داده هایی هستن که غیر معمولی هستن برامون، پرت هستن از اون حالا دیستریبیوشن داده هامون، ما باید اونا رو حذف کنیم که در آینده زمانی که میخوایم مدل های ماشین لرنینگ رو روی داده هامون اعمال کنیم دچار مشکل نشیم، خطا توی کارمون رخ نده، توی پیش بینی هامون خطا رخ نده. خب شکل بالا که میبینید بهش میگن باکس پلات. باکس پلات همون حالا اگه نگاه کنید موازاتش پایین اون دیستریبیوشن نرمال داده هاتون دارید، نشون دهنده همونه با حالا یه سری جزئیات دیگه. خب سمت راست و چپ باکس پلاتتون رو اگه نگاه کنید دو تا گلوله سبز رنگ وجود داره، به اینها میگید اوتلایر. خب قرار شما هر جایی که اینها رو میبینید حذفشون کنید که در آینده یک دیتا ست تمیز داشته باشه. قرار ما تو این جلسه این کار بکنیم. حالا قبل از اینکه بریم این کار رو بکنیم، ما میخواییم بدونیم هر کدوم از این چیزایی که اینجا نوشته چیه. Q1 چیه؟ IQR اصلا چیه؟ Median چی میگه این وسط؟ میخواییم اینا رو یاد بگیریم که حالا با مفاهیمش آشنا باشیم. خب به Q1 یا هر کدوم از این کیوهایی که دارید میبینید میگن چارک، روب یا 25%. خب کیو 1 25% اول داده هاتونه، چارک اول، روب اول، به همین ترتیب. خب کیو 3 رو دارید و حالا خب در اصل این داره کیو 1 داره اون حالا 25% اول داده هاتون رو نمایش میده. خب Q2 رو که اینجا حالا توی شکل نمیبینید در کل، ولی خب شما توی تعاریف چی میگن داده هاتون دارید، میشه قبل از اون خط زرد رنگی که میبینید نوشته میدین، قبل از این میشه Q2 تون، یا بهش میگن lower median، یا بهش میگن نیمه پایینی حالا داده هاتون. خب دیگه الان ما میدونیم به Q3 هم میگن نیمه بالایی، دیگه الان بلدیم. خب اینجوری Q1 Q2 و Q3 رو دارید، IQR شما خیلی مشخص، اختلاف Q3 و Q1 شما هست. خب و بهش میگن 50% متوسط داده هاتون. خب چون کاملا توی اوریج قرار داره، توی میانه قرار داره، به خاطر همین بهش میگن 50% متوسط داده هاتون. خب این از این. مدیان هم که دیگه شما قطعا بلدی، میانه داده هاتون هست. شما اگه یک مجموعه داده داشته باشید که یک سری عدد داخلش هست، مثلا از 1 تا 10 رو دارید، خب باید مرتبش کنید به ترتیب از کوچک به بزرگ، مرتبش کنید و عنصر وسطیتون میشه میانه شما. حالا اگر 2 تا عنصر وسط داشتید جمعشون میکنید تقسیم بر 2ش میشه اون حالا میانه شما. اینها براتون بچه‌ها واضحه؟ الان میدونید که منظور از هر کدوم از این چیزایی که من گفتم چیه؟ اگه سوال دارید حتما بپرسید. خب ولی خب آره حدس میزنم که میدونید، چون که خب قطعا قبلا هم اینا رو دیدید. خب از طرفی شما 2 تا خط میبینید، 2 طرف اون حالا باکس پلاتتون. خب 2 تا خط آبی رنگ، بنفش رنگ. خب به اینها، بر کدوم از این خط ها میگن
حالا اگه تلفظش رو اشتباه نگم، ویسکر یا خب حالا چجوری به دست میاد؟ با استفاده از Q7 به علاوه 1.5 تا IQR اون حد بالاتون آپرتون به دست میاد، خب، و اون حالا حد پایینتون یا لورتون که میشه قبل از Q1تون Q3 منهای 1.5 برابر IQR هست. خب این حالا پایین هم دارید یه دونه توضیح دیگه میبینید که حالا با باکس پلات اومده رسمش کرده و توی حد بالا هم دارید دوتا اوتلایر میبینید و حالا دوباره حالا جزئیات Q1, Q2, Q3 رو اومده برای شما مشخص کرد. خب یه تصویر ببینیم، خالی از لطف نیست، در مورد این هم یک کوچولو صحبت کنیم. خب شما الان اون چیزی که دیدید اون نورمال دیستریبیوشن بود که سیمیتریک یا متقارن بود. خب الان توی تصویر سمت حالا وسطی که همونیه که از اون لحظه دیدیم، سمت چپ بالا تصویری که اینجا میبینید یه چولگی داره یا اسکیو داره که بهش میگن پازیتیو اسکیو. خب و یه نگاه کنید مدینتون سمت چپتر تصویر هست، خب، و یه کشیدگی سمت راست دارید، راست اون نمودارتون دارید، به خاطر همین بهش میگن پازیتیو اسکیو. یا الان پایین اون عکس وسطتون دارید میبینیدش رایت اسکیود دیستریبیوشن. خب این حالا داره چولگی که اون کشش داده ها رو نمایش میده. این زمانیه که خب شما یه انحرافی دارید توی پلاتتون، منظورم. خب تصویر سمت راست بالا رو هم که دارید میبینید نگتیو اسکیو داره که میشه لفت اسکیو دیستریبیوشن و حالا دارید میبینیدش. خب باکس پلات های اینها رو هم نگاه کنید، جالبه، دارید پایین میبینید. خب سمت چپ، اولی سمت چپ نورمال دیستریبیوشن باکس پلات، اگه نگاه کنید اون خط مدین دقیقا وسط اون حالا باکس پلاتتون افتاده. خب ولی زمانی که پازیتیو اسکیو یا رایت اسکیو دارید اون مدینتون دقیقا مثل اون دیستریبیوشن هایی که بالا دارید سمت چپ افتاده و زمانی که شما نگتیو اسکیو دارید که حالا میشه لفت اسکیو اون مدینتون سمت راست قرار گرفته. خب این حالا اندازه باکس پلاتی که دارید شما توی تصویر میبینید، اندازه مستطیل، زمانی که شما دیستریبیوشن های مختلف رو ببینید توی اسکیل، خب این اندازه این باکس پلاته هر چقدر کشیده تر باشه، یه مستطیل کشیده تری داشته باشید، داره اون گستره داده هاتون رو، اون رنج، گستردگی رنج داده هاتون رو نشون میده. هرچی کشیده تر باشه خب توی محدوده وسیع تری داده هاتون پخش شده. خب این واضح بود بچه ها براتون؟ خب خیلی هم عالی. اگه سوال داشتید حتما بپرسید. بریم ادامه بدیم ببینیم قرار حالا اینا رو یاد گرفتیم، خیلی هم خوب، اصلا بلدیم دیگه. میخوایم بریم ببینیم میخوایم با اینا چیکار کنیم حالا. خب قبل از اینکه بریم وارد تشخیص اوتلایر ها و حذفشون بشیم، یه دونه کورلیشن هم من میخوام از دیتا فریم هم بگیرم. خب فقط من میخوام کورلیشن رو فقط چی رو داشته باشم؟ تارگت رو داشته باشم. خب البته الان مطمئن نیستم، فکر کنم تارگت همه حروفش بزرگان. خب
یه دونه سورت هم بزنم که به ترتیب برام نمایش بده حالا این کورلیشن هایی که میخوام ببینم و بگم بر اساس حالا تارگت این کار رو بکن و اسندینگ رو هم فالس میکنم. ببینیم چه اتفاق میفته. میاد چه کار میکنه؟ از بیشترین، از بزرگترین کورلیشن مرتب میکنه حالا فیچرامو نمایش میده. به خاطر همینم اسندینگ رو فالس کردم دیگه. میخواستم از بزرگ به کوچیک کورلیشن ها رو برام نمایش بده. خب چه اتفاق افتاده؟ مثلا داره کورلیشن تارگت رو با همه فیچرها نمایش میده بهم. LDH بزرگترین حالا کورلیشن رو تو کورلیشن های مثبت داشته، 43% بوده. خب بعد PCR و به همین ترتیب میاد پایین. خب و بعدا اگه باز دوباره نگاه کنیم، مثلا تو منفیا مونوسیتی و لینفوسیتی مثلا بزرگترین کورلیشن داشتن که حالا ارتباط معکوس رو داره به اون نمایش میده. خب من اینجا حالا این نکته پالتونه دیگه، من اگه یه دونه داتی هم میذاشتم به صورت افقی میتونستم اینا رو قشنگ تر ببینم. خب این هم از این. خب کورلیشن رو دیدیم دیگه، الان میخوام برم ببینم که چجوری میتونم این اوتلایر ها رو تشخیص بدم. ما از اونجایی که خب بالا اومدیم کلی قصه لیلی و مجنون تعریف کردیم که اوتلایر ها رو بیاییم با باکس پلات مثلا اینجوری تشخیص بدیم که هرچی بالاتر از مثلا اون حالا تصویر بالایی بهتر، هرچی بالاتر از مثلا اون کیورسه به علاوه یکنیم تا آی کیوار بود رو مثلا اوتلایر در نظر بگیره و هرچی کمتر از مثلا اون کیو یک منهایی یکنیم تا آی کیوار بود رو باز اوتلایر در نظر بگیریم. الان دیگه توقع ندارم بهم بگید که لیلی زن بود یا مرد. خب بریم از اون باکس پلات استفاده کنیم. خب بریم این کار رو بکنیم. برای این کار من میخوام خب اون باکس پلات رو رسمش کنم. خب بنابراین به یک سری الزامات اولیه نیاز دارم. اول فیگورم رو میخوام، حالا اون محدوده که پلات هم رو میخوام پلات کنم رو مشخص میکنم. از plt.figure استفاده میکنم. خب و بهش یه دونه فیکس سایز میکنم. فیکس سایز هم رو هم 8.6 مشخص میکنم. خب این از این. آره دیگه کار دیگه این ندارم. بعد از اون میخوام یه دونه AX تعریف کنم. از فیگ دات اد استفاده میکنم. اد اکسس میخوام حالا اون محدوده، چرا چی شد؟ خب امیدوارم حالا درست زده باشم کدر رو، نشدم اشکال نداره، میایم دیبایک میکنیم. خب سف سف رو یکی یک رو بهش میدم. این فقط برای ترسیم اون پلات هم اینا رو در نظر میگیرم، نگران نباشید. خب بعد میخوام از سیبون استفاده کنم. بنابراین از sns.boxplot رو میارم. خب و اینجا دیگه کافیه که بگم خب ax من بالا مشخصش کردم ax. خب دیتا من هم خب فکر میکنم حالا این کاری کردم داره این اتفاقات میفته. خب دیتا من هم دیتا فریم همه df. خب x من هم تارگت هم هست. خب و حالا برای وایم من میام همون حالا فیچری که بیشترین کورلیشن رو داشته LDH رو فعلا مقایسه میخوام بکنم با تارگت هم، بنابراین همون LDH رو میارم. این از این. بعد دیگه کافیه. خب من یه سری چیزا هم میخوام مشخص کنم، اونا رو بیارم. میخوام یه دونه
اچ لاین بیارم، میدونه هوریزونتال لاین بیارم اینجا. خب حالا این مقدار دیا رو فعلا همینجوری میذارم، بعدش میگم چه اتفاق افتاده. خب وای رو 485 میذارم و کالر رو بی میذارم، بلو. خب من همین رو کپی کنم که نخوام بیارمش. برای بعدی خب کالرم رو اورنج میکنم و وایم رو هم مقدارش رو 650 میذارم. یه دونه سومی هم دارم که وایش رو 1200 میذارم. خب کالرش رو هم گرین یا سبز میذارم. بریم اینو اجرا کنیم. شما الان سه تا باکس پلات توی تصویر میبینید. چه اتفاق افتاد؟ چرا اصلا سه تا باکس پلات داریم؟ چون تارگت ما سه تا عدد داشت دیگه، 0 1 و 2. خب سه تا کلاس بود، به خاطر همین سه تا باکس پلات براتون رسم میشه. خب الان شما برای اون باکس پلات آبیه نگاه کنید. من حالا یه عددی دادم، 485 بهش دادم، اومده یه خط آبی رنگ رسم کرده و من دارم بعد از اون خط اوتلایر هام رو میبینم. قبول دارید این حالا لوزی ها اوتلایر من هستن دیگه، درسته؟ خب شما گفتیم هر چیزی نقاطی که بالاتر و پایین تر از این آپر باوند ها و لور بندمون باشه بهشون میگیم اوتلایر. خب حالا ما فعلا فقط بالای اینها، بالای باکس پلات هامون اوتلایر داریم. خب دارید میبینیدش دیگه. این از این. برای نارنجی نگاه کنید، باز بعد از اون خط افقی که من کشیدم داریم اوتلایر ها رو میبینیم. برای اون سبزه هم همین اتفاق افتاده. خب اینجوری نیست که من مثلا بشینم مثلا یه دیتا ستی دارم، صد تا فیچر دارم، من بشینم اول باکس پلات ها رو رسم کنم و این عدد ها رو حدس بزنم چیه. خب معلومه که من این کار نمی کنم. خب من قراره مثل یه دیتا ساینتیست حرفه‌ای کار کنم. خب برای این ما قبلش صحبت کردیم راجع به این، گفتیم اگر دادمون بالای، حالا یادمونه دیگه از قبل داشتیمش بالا، خب اگر بالای یعنی بیشتر از Q3 علاوه 1.5 تا IQR شد اوتلایره، اگر پایینه یعنی کمتر از Q1 منهای 1.5 تا IQR شد هم اوتلایر. پس بنابراین کافیه که اینها رو تعریف کنیم، این چیزهایی که پارامترهایی که مربوط به باکس پلاتمون هست رو تعریف کنی و دیگه از این به بعد از اون استفاده کنی. برای اینکه این اتفاق بیفته و من حالا بتونم روی همه فیچرهام این کار رو بکنم، یه کاری که من توی این جلسه میخوام بکنم، میخوام از برنامه نویسی فانکشنال استفاده کنم. صرفا یه سری فانکشن بنویسم و بعد یک بار یعنی بنویسم اون فانکشن ها رو و بعد در ادامه هر دفعه از این فانکشن ها استفاده کنم. خب به خاطر این هم این کار رو میکنم که هی نخوام اینها رو تکرار کنم. خب تابع اولی که میخوام بنویسم اسمش هست Outliers. خب یه سری ورودی داره، من فعلا فقط مینویسمشون، بعدش میگم چیان. دیتا فریممون هست، تارگتمون هست، فیچرمون هست و یه دونه تیه که حالا میدونیش. من وارد بدنه تابم میشم، میخوام حالا این تابه اوتلایرز رو بیام بنویسم. میگم که خب من به چیا نیاز دارم؟ اولین چیزی که بهش نیاز دارم تعیین مقدار Q1م هست. چرا؟ چون میخوام IQR رو به دست بیارم و اون upper bound, lower bound که اینها به Q1 و Q3 وابستن و باید مقدار اینا رو مقدار‌دهی کنم. خب اول از همه Q1 رو مقدار‌دهی میکنم، میگم از data frame، خب data frame رو انتخاب کن
تارگتش رو، حالا این تارگت هر چی توی ورودی تابم داده بشه اینجا هم جایگزین میشه. خب مثلا اگه وای بذاره وایه، اگه خب اون تارگتی که دارم باشه هر چی باشه اونجا میاد اینجا قرار میشه. این از این. میگم که زمانی که برابر این تیه، چرا؟ چون خب الان واسه این تارگتی که من دارم سه تا کلاس دارم دیگه، صفر یک دو. من میخوام هر دفعه واسه اوتلایر های این اعمالش کنم، به خاطر همین بهش تی میدم. خب یعنی یک بار این تیه صفره، یک بار یکه و یک بار دوه، چون خب دیدیم دیگه بالا هم وقتی پلات هم رو رسم میگردم سه تا باکس پلات داشتم. خب میدونم دیگه حالا این باید واضح باشه براتون. خب این از دیتا فریم هم. حالا من از اون دیتا فریمی که مشخص کردم یه فیچر خاصی رو تعریف برمیدارم، مثلا LDH رو فقط میخوام. بعد کافیه که از دات کوانتایل استفاده کنم و بهش بگم 25 صدم. خب خودش میره چارک اول رو برمیدار، 25 درصد اول رو برمیداره که مال Q1. خب بعد از اون من همین بالا اینو کپی کنم که یه نخوام بنویسمش، قرار Q3 رو مقدار دهید کنم. خب برای Q3 هم به همین ترتیب عمل می کنم، فقط دیگه الان قراره 75 درصد داده ها رو بردارم. خب اینم از این. حالا دیگه نوبت به دست آوردن IQR. خب من برای به دست آوردن این کافی Q3 رو منهای Q1 کنم، اختلاف اینا خب می شد IQR. در ادامه یه دونه upper bound دارم که برابره. خب upper bound من، اون حد بالای من چیه؟ بذارید خب اینجوری بنویسمش. Q3 من هست به علاوه 1.5 برابر IQR. قبول دارید دیگه. این حالا اون upper bound من هست. lower bound من هم که حالا اسمشون زن LB، خب برابر با Q1 منهای 1.5 تا IQR. خب اینجوریه که حالا lower bound رو هم میتونیم مشخص کنیم. و در نهایت من return میکنم upper bound و حالا lower bound. چون اینجا صادقانه بهش نیاز ندارم، توی حد پایینم outlier نداشتم، کامنت میکنم این lower bound رو، ازش استفاده نمیکنم. ولی اگه شما نیازش داشتیم میتونید استفادهش کنیم. و این تابه رو اجرا میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته، نباید هم اصلا بیفته، چون تا زمان که من تابم رو فراخوانی نکنم هیچی دیگه فقط هست. خب میرم سراغ تابه بعدی که دارم. خب تابه بعدی ما اسمش رو میذارم upper bound، upper b. خب این چیکار قراره بکنه؟ قراره بیاد upper bound تمام حالا اون تارگت هام رو مشخص کن. بنابراین بهش دیتا فریم رو میدم، تارگت رو میدم و فیچر. خب یه دونه دو نقطه میزنم، میام وارد اون حالا بدنه تاب میشه. یه لیست خالی تعریف میکنم برای upper bound ها که حالا هر دفعه که به دست اومدن بریزمش داخل این. و یه دونه حلقه فور می نویسم، میگم برای تی هایی که داخل رنج، خب این رنج. حالا برای به دست آوردن این کافیه که من برای به دست آوردن رنج این فورم کافیه که من بیام لن یه چیزی رو به دست بیارم. اون لن چیه؟ قرار من مشخص کنم چند تا تی دارم دیگه. خب برای مشخص کردن این هم کافیه که از دیتا فریم هم تارگت رو بیارم و از یه دونه دات یونیک استفاده کنم، چون حالا تعداد یونیک اون حالا تارگت هم رو بهم میده. و تمام، همین
کافی دونه دو نقطه بزنم و وارد دیتا بشم. اینو میدونید دیگه بهتون چی میده. خب ولی من قصد میدونم که بریم ادامه بدیم به خاطر اینکه خیلی براتون واضح بشه. من اینو اجراش میکنم مستقیم روی تارگتم که ابهامی براتون به وجود نیاد. خب تارگت من این بود دیگه، تارگت. خب من اینو اجرا میکنم. چی شد؟ آها یه دونه پرانتز کم داشتیم. خب بهم سه رو میده. چرا؟ چون من سه تا کلاس داشتم دیگه. همین اولش میاد اون حالا سه تا کلاس رو 2, 1 و 0 رو نمایش میده. وقتی لن اون اریم رو میگیره، اون لیستم رو میگیره، میگه که 3 هست. خب قبل از اینکه خب بریم این کار رو انجام بدیم، قراره به اون لیستی که upper bounds هم داخلش هستند بیام هر دفعه upper bound هم رو اضافه کنم دیگه، append کنم. خب چی کار میکنم الان؟ میرم از اون تابعی که بالا تعریف کردم استفاده میکنم که بیام upper bound هم مشخص کنم. خب اسم تابع رو میارم، outliers اسم تابم. خب ورودیش چیه؟ به ترتیبی که بالا ورود داره رو بهش ورودی میدم. دیتا فریم هم هست، بم df هم رو بهش میدم. target اینجا هم target فیچر رو داریم و zero به ترتیبی که بالا حالا ورودی میگیره تابم رو اینجا بهش ورودی میدیم. این از این تمام الان کار من دیگه، فقط کافیه که از فورم بیام بیرون و ریترن کنم چی رو؟ اون upper bounds هام رو. خب من رو اجراش میکنم، بازم چه اتفاقی نمیافته؟ خب سوال دارید تا اینجا؟ اگه سوال دارید بپرسید. حالا بریم سراغ آخرین تابمون. حتما این به قول خارجی کیا آها مومنت اومده که آخرین تابمون اونیه که قرار واسه ما باکس پلاتمون رو رسم کنه دیگه. خب برای من میام تابع باکس پلات رو می نویسم که هر دفعه نخوام حالا این کارایی که قراره توی رسم باکس پلات هم انجام میدم و تکرار کنم. یه تابه می‌نویسم که خیلی راحت این کار رو برام بکنه. خب دیتا فریم هم ورودیشه، تارگت هم و فیچر. خب من بیام اینجا اون چیزی که استفاده کردم رو کپی کنم که این نخوام بنویسم. حالا یه نیاز به تغییراتی داره، تغییرش بده. خب من یه دونه تبم اینا رو بیارم جلو. خب همینه، قراره بیایم از سنس باکس پلاتمون رو بیاریم که خب دیف رو داریم، ایکسمون دیگه این ورودیه که بالا داریم تارگتمونه. خب و وایمونم فیچرمونه. دیگه جای دیگه ای تغییر نیاز داریم؟ معلومه که تغییر نیاز داریم. ما قرار نیست خب این عددا رو بذاریم. قبل از اینکه بریم وارد این قضیه بشیم، من بیام اون حالا اینجا خب وایم رو مقدارش رو مشخص کنم. خب وای من از کجا میاد؟ از اون تابه upper boundی که بالا نوشتم. خب بذارید کپیش کنم که نخوام تکرارش کنم، چون اونجا بود که اون لیست upper bounds هم برمیگرده دیگه. وای من برابر همینه دیگه، df رو داره، target رو داره و فیچر رو به عنوان ورودی. و خب دیگه من اینجا فقط کافیه که بگم وای 0 و 1
و وای دو. خب این از این دیگه همین میره. اصولا اگه همه چی رو درست نوشته باشیم میتونیم تو گامای بعدی از این تابه ها استفاده کنیم. بریم ببینیم حالا کار میکنه یا نه. برای اینکه ببینیم حالا کار میکنه یا نه، خب من قراره بیام اون تابه باکس پلاتم رو در نهایت رسم کنم. بیام باکس پلاتم رو رسم کنم، برای باید دارم از این تابه استفاده کنم. خب بیارمش اینجا، باکس پلات رو میارم، دیتا فریمم. خب اینجا باید ورودی بدم دیگه، برای ورودی من به جای اون حالا متغیر تارگتم اون اسم فیچر تارگتمه که خب اینجوری. و حالا در نظر بگیرید که من میخوام واسه LDH این کار رو بکنم، فیچرم LDH. بریم این رو اجرا کنیم همین الان. خب چی میگن، سیل ارورها روانه شد. خب ببینیم کجا ارور داریم. میگه زمانی که میخواید باکس پلات رو رسم کنید به وایمون ایراد گرفته. وایمون حالا چیه؟ اون آپریه که آپر باوندیه، که تابع آپر باوندیه که ما فراخوانی کردیم. میگه اونجا یه جا تارگت رو اشتباه نوشتید فکر میکنم. یه بار دیگه هم ببینیمش. آها آها، اینجا میگه که آها تارگت. خب یه بار دیگه اجرا میکنیم ببینیم این دفعه کجا داریم. بازم ارور داریم. میگه اونجا توی تارگت زمانی که تیرو میخواید. چرا اینجوریه؟ دیف تارگت. آها یه جا دیگه هم این کار کردیم. خب داخل سل 32 مون اینجا بوده. خب من باید برم کلاس املا دیکتیشن هم درست کنم. این الان نگاه کنید باید براتون جالب باشه، یعنی اگه جالب نباشه خداوکیلی ناراحت میشم. خب اومده شما یک سری تابه نوشتید، همه چه خیلی خوب پیش رفت، اجرا شد، خودش داره آپر باوندتون رو در نظر میگیره، به دست میاره و بعد مشخصشون میکنه و شما الان توی این باکس پلات هاتون دارین اوتلایر هاتون رو میبینید دیگه. مثلا واسه این آبیه نگاه کنید، بالای اون خط اوتلایر هاتون شروع میشه. واسه اون نارنجی نگاه کنید، اوتلایر هاتون بالای اون خط نارنجی. و برای سبز هم همینطور. الان دیگه شما حفظی و حدسی و چشمی و اینا کار نکردید، اومدید خیلی ترتمیز با به دست بردن مقادیر آپر باوندتون رو مشخص کردید و دارید باکس پلاتاتون رو رسم میکنید. خیلی هم عالی. خب حالا قبل از این که بریم مرحله بعدی، ما قراره، خب خیلی هم عالی که اومدیم خط کشیدیم واسه اینا، خب آپر باوندتون رو مشخص کردیم، ولی ما قراره اون اوتلایر ها رو حذفشون کنیم دیگه. منطقه از این برای من یه تابه می نویسم به اسم drop outliers. خب و حالا میرم سراغ این که تو این تابه اوتلایر ها رو حذف کنم دیگه. ورودیش دیتا فریم هم هست، df target و feature. خب این از این. حالا من قرار آپر باوند هامو داشته باشم، برای این یه دونه لیست خالی تعریف میکنم، یو بی اس رو قرار میدم با اون. خب بعد یو بی اس هم رو برابر قرار میدم اون تابع آپر باوندی که بالا داشتم. حالا یه سری ورودی داشت دیگه، ورودیش چی بود؟ دی اف تارگت و فیچر. بخاطر من از همین بالا کپی میکنم. خب
این از این و کافیه که برم یه دونه حلقه فور بزنم واسه تی این رنج. من از اونجایی که سخت این رنج رو بنویسم همینجا کپیش میکنم. و بچه اگه شما مثلا کپی میکنین تغییرات نیاز بود حواستون باشه تغییر بدید. خب این صنعت کپی پیست خطرناک هم هست. خب این از این. لنو میدونین دیگه چرا اینجوری قرار میدیم. حالا میخواییم بریم دراپ کنیم دیگه، از دیت همون حذف میکنیم. حالا چیار میخواییم حذف کنیم؟ اوتلایر هامون. خب به خاطر این باید ایندکس اوتلایر هامون رو مشخص کنیم. چجوری این کار رو میکنیم؟ میگیم ایندکسمون برابر ما برابر با، خب از دیتا فریم هم دیتا فریم رو میارم و تارگت. خب میگم هر جایی حالا این برابره تی بود. خب و حالا اون فیچر رو هم داریم دیگه، فقط فیچر فیچر ها ازشون فیچر رو انتخاب میکنی. دوباره من میام میگم که از دیتا فریم هم حالا اون فیچر. خب هر وقت خب اون حالا داده‌ای که دارم بیشتر از upper bound تیم شد، خب و در نهایت قراره یه دونه dot index هم بذارم که ایندکس اون جاهایی که حالا داره outlier رخ میده رو برابر کرد و axis رو هم برابر صفر قرار میدم. حالا سطرهایی که میخوام رو حذف کنم. خب تموم شد کارم. من از فورم میام بیرون و ریترن میکنم df رو. بعد حواستمون باشه اینجا من باید یه دونه df برابر هم بذارم، چون حالا ریپلیس رو تورو نکردم. خب همین دیگه، اصولا کار خاصی نداریم. من اینو اجراش میکنم. بریم رو همون فیچر LDHی که بالا باکس پلاتش رو رسم کردیم این کار رو انجام بدیم. به خاطر اینکه حالا من کارمون ترتمیزتر شد اینجا یه بار دیگه باکس پلاتش رو رسم میکنم که ببینیمش، همون چیزی که حالا بالا بود. بعد میخوام بیام حالا تابه drop outliers رو بیارم که outlier هام رو حذف کنم. خب فقط یه چیزی، من چون ورودی هام یکیه همینا رو کپی کنم. df هم رو میخوام، target هم رو میخوام، feature هم که lh. خب من اینجا میگم df هم برابر اینه. خب میخوام حذف کنم data frame outlier ها رو از data frame هم، توی data frame هم ذخیرهش میکنم. این از این. حالا من بعد از این هم میخوام باکس پلات هم رو رسم کنم. بریم اجراش کنیم ببینیمش. چی شد؟ این دوتا پی داشته. خب قبلی رو بدون حسب اوتلایر ها دارید میبینید. وقتی که اوتلایر هاتون حذف میشه یه مقداری دارید یه سری تغییراتی میبینید. خب ولی الان هم توی باکس پلات سبز و آبیتون اوتلایر میبینید. خب به نظرتون باز هم باید اینها رو بریم حذف کنیم یا نکنیم؟ این نکته مهمه این قضیه است. بهم بگید توی چت. الان اینو بگید آقای قزنفری برمیگردم سوالتون رو جواب بدم. چشم. نه. دقیقا. چرا نباید این کار رو بکنید؟ چون که نمیشه که هی هر دفعه برید اوتلایر ها رو مثلا حذف کنید. اگه این اتفاق بیفته در نهایت، چون هی هر دفعه بعد از حذف دیستریبیوشن داده‌هاتون
تغییر میکنه، هی اینها رو خواهید داشت و هیچی احتمالا ممکنه که اینقدر ادامه پیدا کنه که بسیار از دلارتون رو از دست بدین و این کار اشتباهیه. شما فقط یک بار نیاز اوتلایرتون رو حذف کنید. به این دقت کنید، بعضی از دوستان این رو اشتباه میکنن. پرسیدن که این تابع دومی رو میشه تو دل تابع اولی نوشت؟ قطعا میشه آقای قزنفری، شما بسته به کار خودتون میتونید کارتون رو فانکشن بندی کنید. ولی یه نکته ای که توی حالا کد نویسی تمیز دارید، اگه میخواید خیلی حرفه‌ای کد بنویسید مهمه براتون، اینه که هر تابعی که دارید فقط یه کار مشخص رو انجام بده. خب و خب میشد اصلا همه اینها رو توی یک تابع نوشت. خب میشد هم آپر باوندر رو تشخیص داد، هم اوتلایر رو مثلا حذف کرد و هم در نهایت مثلا اون موارد مربوط به رسم باکس پلات هم اونجا گذاشت. خب ولی با توجه به اینکه ما میخوایم یه کد تمیز داشته باشیم، بهتر هر تابمون فقط یه دونه خروجی داشته باشه، یه کار رو بکنه، نه یه دونه خروجی تعریفش داد، یه کار رو بکنه. خب خواهش میکنم بریم سراغ بقیه فیچرها. از اونجایی که حالا ما داریم همه فیچرها رو نسبت به تارگت تمیز میکنیم، بنابراین کافیه که بریم اوتلایر تمام اینها رو حذف کنیم. خب مثلا واسه پی سی آر هم میتونیم همین کار رو بکنیم. و یه چیزی که بگم، تفاوتی نداره، ولی اینجوری نیست که بچه‌ها، من خواستم اینو کپی کنم، ولی همیشه اینجوری نیست که شما نسبت به تارگت بیاید اون حالا اوتلایراتون رو حذف کنید. بعضی اوقات با توجه مثلا به نظر اکسپرتتون میتونه دوتا فیچر نسبت به هم دیگه در نظر گرفته بشه. این دیگه خب حالا اون چیزیه که وجود داره. خب بریم همین کار رو واسه پی سی آر هم ببینیم. فقط من این دوتا دستورم رو جدا کنم. خب اول باکس پلات پی سی آر رو اگه رسم کنیم، داریم اوتلایر ها رو میبینیم دیگه. تو هر سه تا اوتلایر هامون مشخصن. خب بعد از حذف هم ببینیم، میبینید حذف شد و حالا باکس پلات هامون تغییر کردن، چون توضیح داده هامون عوض میشه وقتی یه سری از داده ها حذف میشن. خب این کار رو واسه فیچرهاتون انجام میدید، اون فیچرهایی که حالا کورلیشن بالایی دارن با تارگتتون. موافقید که واسه همشون این کار رو نکنیم؟ چون دیگه همش همینه دیگه، قراره یه سری همین دستورها رو اجرا کنیم تا اوتلایرامون حذف شن و بریم سراغ ادامه کار و سریعتر. آره من فکر میکنم بهتر دیگه، شما الان یاد گرفتید چجوری اوتلایر رو حذف کنید. خب برای من اینو اسکیپ میکنم، ازش عبور میکنم، ولی نوتبوک کامل رو براتون قرار میدم زمانی که میخوام کد رو بزنم. اگه دیدید یکم نوتبوک فرق میکنه، به خاطر اینه که خب اون کامل. خب ما اوتلایرامون رو الان حذف کردیم، فرض میکنیم دیگه هیچ اوتلایری نداریم، میخوایم بریم سراغ اون میسینگ ولیو هایی که اون اول دیدیم. چجوری هم حالا دیدیمشون، اومدیم از دیتا فریممون is null رو آوردیم و بعد من یه دونه سام هم زدم که ببینم هر فیچرم چقدر is null داره. خب الان داریم میبینیم اون دیتا های ناله میکن. خب ما نسبت به دیتا های میسینگمون نالمون سه تا کار میتونیم بکنیم. یا بیایم با یه سری چیزا جایگزینشون کنیم، فیلشون کنیم، پرشون کنیم، یا نگهشون داریم بذاریم باشه، که این نگه داشتن خب کار اشتباهیه، چون دیتا همون به مشکل میخوریم بعدا اگه نگهشون داریم، و یا کلن حذفشون کنیم. خب یا اون فیچری که حالا مثلا خیلی
دیتای نال داره رو بریم حذف کنیم، یا حالا اون سطرهایی که نال هستن رو حذف کنیم. اینم حذف کردن هم میتونه یه دونه کار باشه. قبل از این که بریم ادامه بدیم، یه تابعی هست که معروف زمانی که میخواییم میسینگ ها رو باشون کار کنیم. میاد چیکار میکنه؟ میاد درصد میسینگ ها رو به دست میاره. خب من این تابع رو اینجا بهتون مینویسم، missing percent هست، درصد missing همون ورودیمون data frameمون هست. خب من یه دونه non percent تعریف میکنم، درصد حالا اون داده های نالون. چجوری درصد به دست میاد؟ صد ضرب در یه چیزی. حالا اون یه چیزی چیه؟ بذارید من از بالا کپی کنم. خب تعداد نال هامون بخش بر کل حالا سطح هایی که داریم، لن دیتا فریم. خب این از این میاد اون نن پرسن رو به دست میاره. خب من فقط یه کار دیگه هم که میخوام بکنم اینه که بیام این رو بیارم. خب حالا اینی که به دست آوردم رو بیارم، بگم هر جایی که بیشتر از صفر بود، یعنی داشتمش، خب ببخشید شیفتو نگرفتم نخوردم، خب و یه دونه سورت هم انجام بدم که اینا رو مرتب کنه، یه سورت ولیوز هم انجام بدم. خب دیگه دکمه تبم کار نمی کنه و چون نگرانش شدم. خب هر وقت کار نمی کنه اصولا حس می کنم داره یه چیز اشتباه پیش میره. خب این از این. بعد هم قرار ریترنش کنم برای گردونم این حالا درصد میسینگ ها. خب من تابر رو هم کپی کنم چون میخوام بیام پایین ازش استفاده کنم، اجراش میکنم بعد میخوام ازش استفاده کنم، کافیه که فقط فراخونیش کنم. نگاه کنید میاد برای تمام فیچرها درصد نن رو میاره، میسینگ ها رو میاره. من حالا اومدم چون سورت که انجام دادم اومده از کوچیک به بزرگ سورتش کرده، خیلی قشنگ و ترتمیز. خب من همینجا این رو توی متغیر هم قرارش بدم که بعدا نیازش داشتم استفادهش کنم. خب اینجا نمایشش هم بدم. خب تمام، بریم سراغ این که یه پلات هم واسه این missing value هامو بکشیم. خالیت لطف نیست، یه ویژوالیزیشن قشنگه. خب من یه دونه پلات رو براش تابع پلات می نویسم، رودش دیتا فریم هم هست. خب میام همینجا اون نن پرسن رو تعریف میکنم، اسم تابعی هم که بالا داشتم missing person رو میارم، ورودیش دیتا فریم بود، تابع بالا رو اینجا فراخوانی کردم فقط. خب فقط کافیه که از plt.figure استفاده کنم. خب فیکس سایزم رو مشخص کنم، یه حالا سایز کشیده‌ای بهش میدم 12.6، و از سیبورنم SNSم بار پلاتم رو میارم، میخوام نمودار میله‌ای بکشم. خب X هم دیگه الان من میدونم اون نم پرسنت هم هست دات میدس. خب حالا میبینیم چه اتفاق میفته. و Y هم همون باز نم پرسنت هم هست. خب این از این. من اجراش میکنم، فقط کافی یک بار پلات هم رو فراخوانی کنم، بهش دی اف هم رو میدم، دیتا فریم هم رو میدم، ببینید چه اتفاق افتاد. نگاه کنید اومد توی محور ایکس هاتون، فیچر هاتون و اسماش رو آورد، این چیزی که دارید میبینید، و توی محور وایتون هم تعدادشون رو آورد. این نمودار میلیه رو اگه نگاه کنه، حالا چون من مرتبم کردم داره از کوچیک به سمت بزرگ میره، خب از کم به سمت زیاد میره. خب شما اینجا میتونید چشمی متوجه شید مثلا ALP یه حالا فیچریه که بیشتری میسینگ رو داره. خب
سوال؟ نکته سوال متوجه شده. ندارید. خب اوکی، همین دیگه. خلاصه امیدوارم حالتون خوب باشه تا اینجای کار. حالا میخوایم بریم با این میسینگ ها برخورد کنیم، با توجه به چیزهایی که بالا گفتیم میخوایم حذفشون کنیم یا مثلا پرشون کنیم و چیزهای این شکلی. بریم از اون نن پرسنی که بالا تعریف کردیم اون حالا فیچرهایی رو بیاریم که این نن پرسنشون کمتر از 1%. ببینیم کدوم ها اینجوری هم اجرا کنیم. این رو میگه WBC، پیاسترین و EST درصدشون کمتر از 1%. خب شما برای اینها چون تعدادشون خیلی کمه میتونید بیاید داده ها رو کلن حذف کنید. خب حالا بریم قبل از این که حذفشون کنیم ببینیم چه اتفاق افتاده. خب من از دیتا فریم هم قرار WBC رو بیارم اون جاهایی که نال. ببینیم من اینو اجراش میکنم. ببینید کلن دو تا سطره، 40 و 69. خب من دوباره اگه همینو بیارم و برای مثلا این دفعه پیاسترین اجراش کنم ببینم چه اتفاقی میفته. بازم 40 و 69. خب فیچر بعدی که داشتم چی بود؟ AST. خب این دفعه مثلا 41ه، یه دونه حالا مثلا 4 متفاوت داریم. من خب تعداد اینا کمه دیگه، کلن تو کل دیتا ست هم انگار اگه برم حسبشون کنم 3 سطر داره حسب میشه. بریم حسبشون کنیم ببینیم، بریم این سطرها رو حسب کنیم ببینیم. من کافیه که از DF هم drop NAN کنم، drop NA کنم. خب حالا پارامتر اکسیس رو صفر میذارم چون میخوام سطرم رو حسب کنم. یه دونه سابست هم میارم و بهش اون فیچر هامو میدم، WBC رو میدم، خب پیاسترین رو میدم. من بچه ها کپی کنم یه وقت اشتباه ننویسم اینا رو. خب و یه دونم AST بود دیگه. قبل از اینکه اجراش کنم DF هم رو هم برابر این قرار بدم که ذخیره‌ام بشه. خب الان اگه من اون missing person‌ام رو بیارم و data frame‌ام رو بهش بدم ببینیم چه اتفاقی میفته. الان دیگه هیچ فیچری نداریم که زیر 1% باشه missing‌اش. و اگه اون plot‌ام رو رسم کنم کافیه خب تابع plot بیارم و DF رو بهش بدم. میبینید اون فیچرهایی که خیلی کم بود اون درصد میسینگشون الان دیگه نیستن، حذف شدن. خب این از این ما میتونیم این کار رو واسه اگه تعداد اون حالا سطحمون کم باشه میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب بریم ببینیم اگه ما میخوایم اینا رو پر کنیم چه راه حل هایی داریم. خب میخوایم میسینگ هامون رو اینجوری نباشه که مثلا همیشه هم حذف کنیم دیگه. مثلا من چون دارم اگه اون فیچری هم که مثلا 30% هست خب برم سطرهاش رو حذف کنم دیگه، مخصوصا این دیتا ستمون که کوچیکه دیگه هیچی تش نمیمونه. خب پس بریم حالا پر کردن رو هم ببینیم. ولی خب این پر کردن خودش خاصیت های زیاده ده. باعث میشه که ما کل داده هامون از دست ندیم. واضحه دیگه. خب من مجدداً یه دونه نن پرسنت رو بیام حالا چی کنم؟ آپدیتش کنم. چجوری این کارو میکنم؟ تابع missing per رو میارم، بهش data frame هم رو میدم. خب
و حالا میخوام از این 9% هم اونجاهایی رو بیارم که حالا درصدم بیشتر از 10 شد. ببخشید کمتر از 10 شد. خب ببینم کجاها این رو دارم. میگه PCR و ALT اون جاهاییه که خب زیر 10% تو میسینگ داری. خب من میخوام بیام اینا رو پر کنم. میام از دیتا فریمم خب PCR رو میارم و میگم ای وای من رو توی آره پوتیشن هم بزن. میگم این رو بیا فیل نن کن، یعنی پر کن میسینگ هاش رو. حالا با چی؟ میام از همون دیتا فریم هم میگم PCR رو بیار. خب با چی میتونم پر کنم؟ میتونم با ماکسش پر کنم، میتونم با مینش پر کنم، میتونم با مینیمومش پر کنم. میام اینجا با مین پر میکنم. خب میتونم خب با چیزای مختلف پرش کنم. فقط قبلش ذخیرش هم بکنم. خب دیف پی سی آر برابر با این. خب وارنینگ ارور نیست. خب این رو برای پی سی آر انجام دادم، برای ایلتی هم میخوام همین کار رو بکنم، از همون مینم استفاده میکنم. خب همین. الان اگه من این کپی کنم، خب بیام اون درصد میسینگ هام رو نمایش بدم، میگه که خب دیگه اون قبلی ها رو نمیبینیم دیگه، اون پی سی آر و ایلتی رو نمیبینیم، بیشتر از 10% ها رو داریم، 25% داریم، 30% داریم، 51% داریم، 54% داریم. خب این از این. بریم یه فکری واسه اون دوتایی که بیشتر از 50%شون میسینگ هست هم بکنید. شما زمانی که 1% خیلی زیادی میسینگ دارید و دیگه اگه مطمئن هم باشید دیگه اون داده ها به دردتون نمیخوره، نمیتونه براتون مفید باشه، بهتره که بیاید حذفشون کنید اون فیچر ها رو. که این هم دیگه ساده است. میام دیتا فریمم رو برابر قرار میدم با df dot drop. خب و حالا اون فیچر ها توی درصد هم GGT بالای 50%. خب حالا axis رو هم یک میکنم که حالا فیچر هم رو میکنم حذف کنم، این رو کپی هم بکنم. اینو اجرا کنم، اگه df.info بگیرم دیگه نباید GGT رو ببینم، نداریمش هم دیگه، حذف شد. خب مورد بعدی هم که داریم ALP. خب اینو هم حذف کردیم. تمام. فقط کافیه من یه دونه پلات هم برای میسینگ هام بکشم که ببینیم. خب الان دیگه حالا چیزایی که مونده اون بیشتر از 25% هم ظاهرن و یه دونه بیشتر از 30%. اینها هنوز میسینگ هایی هستن که ما داریم. تا اینجا سوالی، نکته، مورد مبهمی براتون بود بچه ها؟ خیلی هم عالی. خب خوشحالم که براتون واضح بود، چون میخواییم بریم سراغ این یک روش متفاوتی برای پر کردن داده هامون، ایمپیوتیشن داده های میسینگ بهش میگن. خب من میخوام اینجا از تأثیر یکی از فیچرهام روی باقی فیچرهام نهایت استفاده هم. حالا اون فیچره چیه؟ اسمش هست age. خب در نظر بگیرید رنج سنی روی حالا اون چیزهایی که ما داریم، اون چی میگن اسمش؟
پارامترهای آزمایش خونی که ما داریم تأثیر میذاره. خب ممکن هم هست منطقی باشه، مثلا ممکنه که یکی از این فیچرهایی که داریم یه رنج خاصی برای یه رنج سنی خاص داشته باشه. خب این حالا مقاله‌ای که زمانی که این دیتا ست پابلیش شده یه مقاله داشت، اونجا تأثیر فیچرها روی همدیگه رو گفته. خب من اومدم حالا یکمی از اونم استفاده کردم که این اتفاق بیفته. حالا برای این کار چون من میدونستم ایج روی فیچرام تأثیر داره، اومدم سن رو گروه بندی کردم. خب مثلا شما میتونید سرچ کنید گروه های مختلف سنی رو توی گوگل و حالا یه لیست براتون میاره. من حالا اون لیست رو فکر میکنم یه تعدادش رو هم کم کردم چون نداشتم اون داده رو. ولی خب حالا کلا مثلا یه رنج سنی 0 تا 1 داریم، اینفنت مثلا مثلا 13 تا 19 داریم که به تینیجرها میگن، 20 تا 39 رو داریم که ادالت بهش میگن. خب الان من میخوام برم سراغ این که روی فیچر ایجم این کار رو بکنم، گروه بندیش کنم. خب چیکار میکنم؟ میام از نامپای استفاده میکنم، تاب سورت رو میارم. خب تو میخوام رون ایج رو یه کاری بکنم، از دیتا فریمم ایج رو میارم، ایج بکنم با گروه بزرگ. خب ایج رو میارم و میگم یونیک هاش رو به من بده. بریم اینو ببینیم. میاد ایج رو یونیکش رو به من میده و حالا من چون سورت رو زدم میاد از صفر مرتبش میکنم تا بزرگترین عددی که توی ایج داریم 98. خب میبینید رنج سنی ها رو داریم. خب اگه نگاه کنید من اصلا صفر دارم، یک دارم، یه بار 18 دارم. خب یه حالا مثلا داده هایی هست که تو دیتا فریم من نیست. من به خاطر اینکه حالا تمیزتر و مرتبتر شه بعضی از این گروه های سنی رو ادغام کردم. ولی خب این کار زیاد جالب نیست. اگه این کار رو میکنید باید مطمئن باشید که اون کاری داری میکنید درسته. خب بریم یه دونه تابه من بنویسم به اسم ایج گروپ و بیام داخلش سن هامو رو گروه بندی کنم. ورودیم چیه؟ ایج. خب میخوام بیام با چند تا ایف این کار رو میکنم خیلی راحت. میام میگم که اگر ایجم بزرگتر مساوی صفر اند و ایجم کوچکتر مساوی 19 بود بیا حالا چیکار کنم. خب اینجا میخوام بگم که مثلا ریترن کن تینیجر. خب تأکید میکنم من یه سری از سنا رو با هم دیگه گرفتم، معلومه که صرف تا 19 تینیجر نیست. بعدش از یه دونه الیف استفاده میکنم و خب حالا شرط های بعدی. اگه ایجم بزرگتر از 19 باشه و ایجم کوچیکتر مساوی 39 باشه. فقط من چون بالا را آیت کردم اینو درستش کنم. خب مثلا ریترن کن ادالت. خب من همینو کپی کنم ببینم میتونم ازش استفاده کنم. خب اگر حالا بالای 39 داشتم و کوچکتر مساوی 50. خب ریترن کن مثلا داریمش بالا من کپیش کنم مید ایج ادالت. اینا رو فقط من یه چیزی که رعایت نکردم اینا باید توی کوتیشن باشه. من ادالت رو هم توی کوتیشن بذارم چون قرار یه دونه رشته برام برگردونه. خب من اون الیفی که کپی کردم دوباره بیارم و بگم اگر ایجم، خب
بزرگتر مساویه دیگه، الان فقط 60 60 باشه. خب بقیه شو دیگه همین. خب اگه اتفاق افتاد بزن سینیور ادالت. یه پوتیشن هم بذاریم. خب من این رو اجراش میکنم الان به خاطر اینکه میخوام اون حالا گروه بندی رو داشته باشم، میام به دیتا فریم هم یه دونه ستون ایج گروپ اضافه میکنم و این رو برابر قرار میدم. خب میام چیکار میکنم؟ میگم دی اف ایج رو بیار و روش اپلای کن تابی که بالا نوشتم. تابم اسمش چی بود؟ ایج گروپ. خب با این اپلای من میتونم تو دیتا ستم روی اون حالا ستونی که میخوام تابه امام کنم. خب اینم از این. من اگه اینو اجرا کنم و الان دی اف ایج گروپ رو بیارم ببینیم، ببینیم چی توشه اومده. حالا به جای عدد دیگه ما یه رشته هایی داریم، میدل ایج داریم، میدل ایج ادالت داریم، سیدیور ادالت داریم و الاخر. این مپینگ رو برامون رفت و انجام داد. حالا بریم اوکی لا انجام دادی دست درد نکن، بریم ببینیم کجا میخواییم ازش استفاده کنیم. خب یعنی طریقه استفاده که ما میخواییم داشته باشیم چی؟ من میخوام بیام دیتا فریمم رو گروپ بای کنم با ایج گروپ. درست هستم؟ بذارید از بالا بیارمش که اشتباه ننویسم. خب این خب ایج گروپه همون چیه دیگه، ستونیه که ما جدید ایجاد کردیم. و ازش خب من قراره با فیچر چی کار کنم؟ ایزورینوفیلی نمیدونم چیزی. خب قراره با این کار کنم، پس گروپ بای انجام میدم و این حالا فیچرم رو جدا میکنم و بعد از یه دونه حالا دستور ترانسفورم استفاده میکنم. میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام بر اساس این ایج گروپی که ایجاد کردم داده هام رو پر کنم. خب میخوام بیام میانگین هر کدوم از این دستای سنی رو به دست بیارم برای ویژگی که حالا اینجا مشخص کردم و بعد بیام هر کدوم تو اون رنج سنی هستن با اون میانگین پر بشه. ببینیم چه اتفاقی میفته. من برای اینکه این کار رو اعمال کنم از لامدا استفاده میکنم. خب میگم x دو نقطه x داد fill نن که حالا قبلا ازش استفاده کردیم و x.min. تفاوتش اینه که میاد برای هر گروه سنی اون فیچر رو میانگین گیری میکنه و حالا بر حسب اون ننها رو پر میکنه. خب ببینیم این اتفاق رو. من اجراش میکنم، حالا اون اعدادی که تولید میشه رو برام نمایش میده. من حالا کاری به این ندارم دیگه. من میخوام یا بگم از DF رو دیگاه برم DF رو کدوم ستونهاش؟ این همین فیچری که الان انتخاب کردم. خب اینو هم اجرا میکنم. الان دیگه اوکی شد. من اگر missing percent رو بیارم و بهش دیتا فریمم رو بدم، دیگه این فیچرم جز اونایی نیست که missing value داره، چون من اومدم پرش کردم. فقط این پرسازی من خیلی هدفمند بود، یعنی نمیدونم میانگین کل اون فیچر رو به دست بیارم. اومدم برای گروه های سنی مختلف میانگین اون فیچر رو به دست آوردم. گذاشتم فکر کنم. الان ندیدم.
واضحه تا اینجا براتون؟ خب، خیلی هم عالی. به همین ترتیب با همین حالا متد شما میتونید هر جایی که این حالا ویژگی ها تاثیر میذاره این کار رو انجام بدید، یا میتونید خب با همون حالا میانگین خود فیچر پر کنید میسینگ ها رو، یا اینجوری که من این کار رو کردم مثلا از H گروپ استفاده کنید، بسته به مسئله و اون حالا فضایی که دارید کار میکنید، دیتا ستتون، دیتا هاتون، میتونید کار مختلف بکنید. خب من حالا دیگه همه یه فیچرها رو چون تکراری مثلا انجامشون نمیدم، بعضی همون چیزایی که الان نکته جدید داره روشون کار کنیم. خب تو مورد بعدی من میخوام جنسیت رو هم وارد بازی کنم. خب یعنی میخوام تأثیر جنسیت رو هم اعمال کنم. بریم من دو تا دیتا ست میل و فیمیل میسازم. خب میگم زمانی که دیتا فریم هم خب اون فیچر جنسیتش سه صفحه کنم. خب حروف بزرگ برابر ام هست، خب میل میشه، همین رو من بیارم. خب یه دیتا ست دیگه هم بردارم بگم برای فیمیل ها. خب و زمانی که حالا این جنسیت من اف هست، خب و اینو اجراش میکنم. الان شما یه دیتا ستی دارید که فقط داده های مربوط به میلتون داخلشه، یه دیتا ستی هم دارید که فقط داده های مربوط به فیمیلتون داخلشه. خب میبینید مثلا این 170 تا سطرتونه همشون میل. خب میل رو هم ببینید، شما مطمئن شید میبینید این الان 86 تا رو سطر و همه فیمیل. خب این از این، من میخوام بیام اون فیچر لینوفوسیتی رو با توجه به این بریم روش یه سری کارا بکنیم. خب من دیتا ست میلم رو بیارم، ازش اون فیچری که نیاز دارم لینفوسیتی دیگه الان بچه زبونم هم سنگین شد، این رو بیارم. خب میخوام بگم که برو میل من رو، حالا دیتا ست میلم رو، قبلا از df.group by استفاده میکردیم، الان دیگه میل رو میاریم. خب گروپ بای کن، میخوام از سن هم استفاده کنم. خب میتونم اینجا بگم سم از هم گروپ بایی که میخوای انجام بدی بای، خب ایج گروپ بای باشه، ایج گروپ باشد. خب این از این، خب نسبت به این گروپ بای میکنه داده ها رو. بعد من اون فیچر لینوفوسیتی رو هم میخوام فقط، خب این رو هم اینجا قرار میدم، میگم روش حالا یه تغییری انجام بدن، ترانسفورم کن تابه. خب چه ترانسفورم استفاده کنید چه اپلای، میتونید کار مختلف بکنید دیگه. خب من میارم رام دارو، خب میخوام یه تابه بنویسم دیگه، میگم x دو نقطه، خب x دات فیل نن کن با میانگین ایکس، ایکس می. چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه الان جنسیت شما هم داره خارج از گروه سنی اماج. خب یه لحظه چکش کنم بریم اجراش کنیم. خب اعمال شد این کار، من همین رو به خاطر اینکه جلوگیری کنم از نوشتن پیستش میکنم پایین. خب قرار این کار رو برای فیمیل ها هم انجام بدیم، دقیقا میخواییم همین کار رو بکنیم، برای تغییرات دیگه ای نداریم، فقط من اینجا فیمیل دات گروپ بای رو استفاده میکنم. خب
اینو اجرا میکنم. الان دو تا دیتا فریمم لیمفوسیتیش میسینگ ولیو هاش پر شده. خب من میخوام چیکار کنم تو این مرحله؟ دو تا دیتا ست هم رو قرار بدم کنار هم، همون دیتا ست اصلیم رو داشته باشم. جداشون کردم، الان دیگه میخوام با هم دیگه کانکتشون کنم. خب چیا رو میخوام کانکت کنم؟ میل رو با فیمیل. خب و اکسیز رو هم صفر میکنم که هوریزنتال با هم دیگه قرار، افقی یعنی با هم دیگه بچسبونتشون. خب این رو میرزمش داخل دیتا فریم هم ذخیرش میکنم، اینا اجراش میکنم. حالا من میخوام برم اون میسینگ درصد دادای نالم رو بیارم، ببینیم اجراش کنیم چه اتفاقی میفته. داره نشون میده که حالا چند درصد الان شما همچنان داده اینا. خب قبلش من یه چیزی رو ببینیم. خب لیمفوسیتی 25 و خورده درصد میسینگ ولیو داشت، الان رسیده به زیر 1%. کی میتونه توضیح بده چه اتفاقی افتاده که ما هنوز میسینگ داریم؟ کی میتونه اینو بگه؟ بگید خوشحالم کنید. چالش. شما رو دعوت میکنم به یک چالش. این دیگه تقریبا بچه ها تمومه. به خاطر همین بینش استراحت نکردیم. گفتم که یه راست بریم و کلاس یک کوچولو زودتر تموم کنیم. نمیخواید بگید؟ با هم قهرید؟ خب هم قهر نیستید؟ خوبه، باز متوجه شدم هنوز دوست هم دارید. خب بریم ببینیم کجا این اتفاق داره میفته، بریم چکش کنیم ببینیم کجا این میسینگ داره رخ میده. برای این کار من از دیتا فریمم لیمفوسیتی رو میارم و میگم هر جا زد اینجا. خب is null من برابر true بود رو بهم نمایش بده، یعنی داده نال دارم رو بهم نمایش بده. من اجراش میکنم. خب دو تا جا رو داره به شما نشون میده که حالا اون جنسیتش فیمیل هست و رنج سنیش 1 تا 18 سال. خب اگه نگاه کنید اینجا واسه این دوتا رکوردی که دارید میبینید لیمفوسیتی نن بوده. خب و چون اینا کلن 1 تا 18 کلن دیگه اگه یادتون باشه 1 تا 19 صفر تا 19 فکر کنم یه دسته شدن. خب کلن این دسته محتوایی نداره و ناله داره این اتفاق میفته. خب نمیتونه با هیچی پرش کنه، میانگین چی رو بگیره پر کنه. خب میبینید توی لیمفوسیتی کلن این دوتا نالم و کلن توی این دستهی که فکر کنم ادالت بهش دادیم، یادم هم نیست حالا چی بهش دادیم، یه لحظه بهش تین دادیم، تینیجر دادیم. خب توی این دسته هم خب دیگه داده دیگه ای نداریم. خب به خاطر این اتفاق افتاده و یعنی اگه اصولا داشتیم یه داده ای داشتیم که مقدارش مشخص بود این اتفاق نمیفته. حالا شما برای جلوگیری از این میتونید اینا رو مثلا با میانگین کل لیمفوسیتی پر کنید، هر کاری میتونید حالا مثلا انجام بدید، یا مثلا با صفر پرشون کنید یا این دوتا سنت رو حذف کنید، کارهای مختلف میتونید بکنید. خب به همین ترتیب بچه ها شما میتونید برید روی بقیه فیچرهاتون رو کار کنید و پرشون کنید. دیگه الان کلیت کار براتون واضحه که چجوری میسینگ ولیو ها رو هندل کنید.
و در نهایت خب زمانی که کامل دیگه هیچ میسینگ ولیوی نداشتین توی دیتا هاتون، میتونید دیتا ستتون رو با یه دستور ساده DF2CSV خب ذخیرش کنید. میتونید حالا هر اسمی هم براش بذارید، مثلا من اسمشو میذارم COVID-19، مثلا یه دونه نیو هم انتهاش اضافه میکنم که اوکی این دیتا ستیه که بعد از پاکسازی دیگه دارم. یه دونه مثلا .csv هم باید بذارم دیگه، فرمت فایلم رو بذارم. اگه اینو هم اجرا کنم، زمانی که حالا همه کارام تموم شد میرم خب دیتا ستم رو ذخیره میکنم، اگه اینو هم اجرا کنم اینجا باید csvش بیاد. میبینید یه دونه همین COVID-19 نیویی که من ایجاد کردم اینجا هست، فایل csvتونم اینجوری میتونید ذخیره کنید بعد از پاکسازی داداتون. خب سوال؟ بله آقای نورزاد مهمه، یعنی شما زمانی که میخواید این کار رو بکنید مهمه. اصلا چرا؟ الان شما در نظر بگیرید اوتلایراتون رو حذف نمی کردید. خب اینو یه کوچولو توضیح بدم خالی از لطف نیست. اوتلایراتون رو فکر کنید حذف نمی کردید، می اومدید میسینگ هاتون رو هندل می کردید. چه اتفاقی می افتاد؟ میانگین داده هایی که داشتید مثلا برای پر کردن داده هاتون استفاده می کردید داخلش اوتلایر تأثیر رو مستقیم داشت. خب اون میانگینه متفاوت میشد دیگه، قبول دارید؟ و خب این یه کار اشتباهی بود. خب من ضبط رو سفر رو بردارم، اسکرین رو ضبط رو هم قطع کنم.